اعتراض کارگران خشمگین شهر کرد، تجمع اعتراضی کشاورزان منطقه زیار اصفهان علیه سپاه پاسداران، اعتراض کارگران شهرداری اهواز، تجمع اعتراضی کارگران در سنندج، اعتصاب صاحبان کشتارگاه های مرغ در استان چهارمحال و بختیاری، اعتراض مردم مریوان به اخاذی رژیم آخوندی، تجمع اعتراضی مردم در استان بوشهر به آلودگی آب، تأیید حکم سنگسار یک زن و مرد در زندان مرکزی تبریز، حمله دشقیمان به زندانیان زندان بندرعباس، جلوگیری از درمان 20 زندانی سیاسی در اوین و یورش به تجمعی در اصفهان و دستگیری 30 جوان. کارگران خشمگین دو شرکت در شهر کرد روز پنجشنبه هدایای اداره کار رژیم را در مقابل این اداره به آتش کشیدند. بیش از 300 تن از کارگران دو شرکت تولیدی شهر کرد وقتی متوجه شدند برنجی که دریافت کردند بسیار بدبو و رنگش تیره است و از طرفی روغن‌ها نیز تاریخ مصرفشان گذشته، این هدایا را در مقابل اداره کار روی هم انبار کردند و با آتش کشیدند. بوی روغن سوخته و برنج بدبوی که می سوخت باعث شد تا کارکنان اداره کار و سایر ادارات برای بیش از 2 ساعت اداره خود را ترک کنند. کشاورزان منطقه زیار اصفهان در اعتراض به بازداشت 12 تن از کشاورزان در مقابل پاسگاه رژیم تجمع کردند. آنها خواستار آزادی فوری دستگیر شدگان گردیدند که بامداد روز جمعه در یورش ماموران امنیتی بازداشت شدند. کشاورزان منطقه زیار اصفهان بارها و آخرین بار روز دوشنبه 22 مرداد در اعتراض به بی‌آبی و استفاده از چاه‌های عمیق حفر شده توسط یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کرده بودند. جمعی از مردم مریوان در مقابل اداره مخابرات در این شهر تجمع کردند و به اخاذی رژیم از طریق افزایش قبض‌های تلفن اعتراض کردند. رژیم غارتگر آخوندی قبض تلفن شهروندان مریوانی را 3 برابر کرده است. کارگران شهرداری منطقه 1 اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده در مقابل شهرداری رژیم در این منطقه تجمع کردند. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی در محل مستقر شده و به تهدید کارگران پرداختند تا مانع گسترش این حرکت اعتراضی شوند. صاحبان کشتارگاه‌های مرغ در استان چهارمحال و بختیاری اعتصاب کردند. آنها به افزایش حامل‌های انرژی و هزینه‌های تولید اعتراض و اعلام کردند قادر نیستند با این کارمزد به شغلشان ادامه بدهند. مرغداران و فروشندگان مرغ زنده نیز با این اعتصاب همراه هستند. جمعی از کارگران اخراجی شرکت بانتا بیدر در مقابل اداره کار رژیم در سنندج تجمع کردند و به پرداخت نشدن حق بیمه اعتراض کردند. نیروهای سرکوبگر به تجمع کنندگان یورش بردند و 2 نفر را دستگیر و به زندان منتقل کردند. جمعی از مردم نخلتقی در استان بوشهر در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع در اعتراض به آلودگی آب آشامیدنی صورت گرفت. ماموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم روز جمعه 25 مرداد به جلسه‌ای در خیابان شفا در مبارکه اصفهان یورش بردند و با استفاده از گاز اشک‌آور به ضرب و شتم شرکت کنندگان پرداختند. در این یورش 30 تن بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل گردیدند. دیوان عالی رژیم آخوندی حکم سنگسار یک زن و مرد را تایید کرد. این 2 نفر زهرا پورسایی و علی سایی نام دارند و در زندان مرکزی تبریز محبوس می باشند. آنها در سال 1391 در دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی به سنگسار محکوم شدند. تأیید این حکم توسط دیوان عالی رژیم نگرانی از اجرای این حکم ضد انسانی را افزایش داده است. دشقیمان رژیم آخوندی از درمان 20 تن از زندانیان سیاسی زندان اوین جلوگیری به عمل می آورند تا به این وسیله آنان را زجر کش کنند. این 20 زندانی که از سالهای 88 به بعد اکثراً به حبسهای بالای 5 تا 10 سال محکوم شدند، طی سالیان بر اثر حبس و شکنجه و عدم درمان به بیماری‌های مختلف دچار شدند.
اسامی این زندانیان سیاسی عبارتند از سید محمد ابراهیمی، حمید رضا مرادی، مصطفی دانشجو، حسین زردینی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، سعید عابدینی، فرزاد روحی، اسدالله اسدی، محمد داوری، غلام رضا حسینی، داوود اسدی، سعید مدنی، ابراهیم بابایی، نادر جانی، وحید روح بخش، پژمان عبدالحسن زاده، هانی یازردو، علی علایی و علی اصغر محمودیان. دشقیمان رژیم آخوندی روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه در هفته جاری به بندهای 2 و 8 زندان مرکزی بندرعباس وحشیانه یورش بردند. در این دورش زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و وسایل شخصی آنها تخریب یا توسط گارد زندان به سرقت رفت. 7 زندانی که حدود 2 سال است در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهر زاهدان نگهداری می شوند با خطر اعدام روبرو می باشند. آنها به اتهام کشتن یکی از مزدوران بسیجی بازداشت شدند و زیر شکنجه های شدید مجبور به اعتراف شدند. اسامی این زندانیان عبارتند از مولوی فتحی، محمد نقشبندی، ملک محمد آبادیان، نظام الدین ملازاده، جبار آبادیان، هادی آبادیان، جواد آبادیان و گل محمد بلیدهی. تظاهرات اعتراضی در عراق. امروز مردم عراق در اعتراض به گسترش آلودگی هوا تظاهرات گسترده‌ای در خیابان‌های منتهی به میدان شهدا برگزار کردند و علیه رژیم آخوندی شعار دادند. تظاهرکنندگان که همگی ماسک زده بودند پلاکارت‌هایی با این مضامین حمل می‌کردند: فرزندان سرطانی ما را دریابید، نفس کشیدن را از ما دریغ نکنید، کوره‌های آجرپزی و شرکت آلومینیوم سازی تعطیل باید گردد، می‌خواهیم زنده بمانیم و هوای پاکیزه حق ماست. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی و مزدوران لباس شخصی در وحشت از گسترش این تظاهرات به جوانانی که علیه رژیم شعار می‌دادند یورش برده و ضمن ضرب و شتم آنها با باتون عده‌ای را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.